الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و سال نو میلادی رو تبریک عرض میکنم برای همه دوستان، حاضران و غائبان، ایرانیان، غیر ایرانیان، مسلمانان، غیر مسلمانان. سال خوش و پربرکتی رو آرزو میکنم و امیدوارم که وضع جهان بهتر از این شود که تاکنون بوده است و امیدوارم و دعا میکنم که این دعای ما مستجاب شود و دعا میکنم که این دعای ما هم مستجاب شود الی غیر النهایه. بالاخره یکیش رو خداوند خواهد شنید و البته اختیار اجابت با اوست. همچنین سلام و درود میفرستیم بر روح حضرت عیسی علیه السلام، پیامبر بزرگوار خداوند، که یکی از موفق ترین رجال تاریخ بود و خلق کثیری رو به دنبال خود کشاند و مهر محبت خود رو بر دلهای بسیاری زد و نقش هدایت رو به اونها نمود و تأثیر عظیم خود رو بر تاریخ و بر بشریت نهاد و نام او همچنان زنده است و به پیروانش الهام ها می بخشد. خداوند از برکات ارواح این عزیزان ما رو هم مستفیض کند. به سراغ درس خودمون می رویم که مدتی این مثنوی تأخیر شد و اکنون باید دنباله اون رو بگیریم. مولانا از درمیان داستان شیر و خرگوش و نخجیران ما رو وارد یک حوزه بسیار پلتلاتومی کرد، عبارت است از تأویل. یک نوبت رو به نحو مستقل به این امر اختصاص دادن و توضیحاتی خدمت عزیزان آوردن که تأویل چیست، مولانا در این میان موضع شخصی او کدام است و اشاعره، معتزله و متفکران مسلمان در این وادی چگونه گام زده اند و چه آرایی رو با برمغان آورده اند و با ما در میان نهاده اند. این قسمت به پایان رسید و اکنون دنباله قصه رو میگیریم از بیت 1260. باغبان را خار چون در پای رفت، دوست فرصت یافت تالاب و زهر. چون ز حیرت رست باز آمد به راه، این سرده دوست رخت از کارگاه. ربنا انا ظلمنا گفت و آه، یعنی آمد ظلمت و گم گشت راه. در جای دیگر هم مولانا این مقایسه رو صورت می دهد، می گوید که بنا به نقل قرآن وقتی که آدم دانست که خطا کرده است و فرمان را چنان که باید نبرده است، تقصیر رو بر خود نهاد و گفت ربنا انا ظلمنا انفسنا، خدایا ما بر خود ستم کردیم و حکم تو را نافرمانی کردیم و به جا نیاوردیم. اما وقتی که شیطان دانست که خطا کرده و فرمان خداوند رو نبرده و مورد لعنت او و طرد او قرار گرفته است، نگفت که من بد کردم، گفت که من از آدم برترم و من به او سجده نمی کنم. همین غرور او، همین استکبار او بود که او رو فرو انداخت و از چشم خدا افتاد و به مراتب نازل فرود آمد. حیرتی بود که به تعبیر مولانا که به آدم دست داد. قضا یعنی اون مدیریت کلی جهان که به دست خداوند است و همچنین علتهای موفوق عللی که در اختیار ماست آمدن و باعث شدن تا آدم پیش پای خود رو نبیند و نداند که از او چه خواسته اند و چه باید بکند و لذا از اون درخت ممنوع خورد. وقتی که حیرت زایل شد و اون ابر سیاه پوش قضا از سر او برطرف شد و از حیرت بیرون آمد،
دید برده دوز رخت از کارگاه، دانست که اسیر رهزنی شده است و دوست که ابلیس باشد آمده است و رخت او را از کارگاه، یعنی اساسه او را از منزل برده است. اینجا بود که گفت ربنا انا ظلمنا، خدایا ما بر خود ستم کردیم. هم ابراز اختیار کرد، هم اعتراف به نافرمانی کرد و هم اقدام به توبه کرد. یعنی آمد ظلمت و گم گشت راه. مولانا از این تناسب میان ظلم و ظلمت هم در اینجا استفاده کرده، بعدن هم چنین خواهد کرد. ما ظلم کردیم چون اسیر ظلمت شدیم، راه تاریک شد ندیدیم و در چاله افتادیم. اکنون که بیرون آمدیم اعتراف به خطا می کنیم و توبه می کنیم. پس قضا امری بود خورشید پوش، شیر و اژدرها شود زو همچو موش. پس بدانی که قضا ابر خورشید پوشیست، ابریست که می آید و می تواند خورشید بدان درخشانی رو بپوشاند. قبلا هم در این باب سخن گفته ایم که علت این که مولانا این همه بر قضا تأکید می ورزد و انگشت تأکید می نهد چیست؟ در حقیقت می خواهد محدود بودن آدمی رو در جهان وجود بشناساند و به رخ ما بکشاند. ما همه کاره نیستیم، نه همه چیز رو از آن خود داریم، نه همه چیز رو می توانیم از آن خود بکنیم، نه همه چیز رو می توانیم تحت تصرف و اختیار خود بگیریم. بخش عظیمی از این عالم، ببخشید بخش کوچکی و حقیری از این عالم و بخش کوچکی حتی از وجود خود ما در اختیار ماست، بقیه بیرون از اراده و تصرف و اختیار ماست. ولذا عجب نیست اگر اونها غلبه کنن و مسیری رو که ما میخواهیم به پیماییم اون رو بپوشانند یا عوض کنند یا مانع ایجاد کنند و امثال اینها. نام مجموعه اینها رو مولانا قضا میگذارن. در جاهای دیگه مولوی بر این امر تأکید میکنه که ما آدمی باید اعتراف کند که هیچ چیزی نداره، هیچ چیزی از خود او نیست. این سخن گاهی افراطی به نظر میاد ولی حرف واقع بینانه است. دلیل مولوی هم اینه که شما اگر خوبی هایی دارید، اگه فکر میکنید خودتون به خودتون دادید، خب 10 برابرشو بدید به خودتون، 20 برابرشو بدید، چرا نمیدید؟ اگر این هوشی که داری، اگر این حافظه‌ای که داری، اگر این قدرتی که داری، عقلانیتی که داری، جسمی که داری، روحی که داری، اگر اینها خودت اینا رو ساختی، خودت اینها رو پرداختی و تحت تصرف کامل توست، خب این خوبی‌ها رو افزونتر کن. اگر از خودت 10 برابرش کن، بیا حافظت رو 20 برابر کن، هوشت رو 20 برابر کن، عمرت رو 20 برابر کن، میتونی؟ یا عیبات رو یا کم کن، نقص هایی که در وجودت هست اگر فکر میکنی که تحت اختیار توست کاملا، بیا کمش کن، هی کمتر کن. ولی وقتی که به مبارزه با این نقص ها آغاز میکنی، میبینی چقدر عاجزی، چقدر راه سخته. معناش این نیستش که آدمی دست روی دست بگذاره، معناش اینه که آدمی بشناسه خودش رو. رحم الله امرأ ان عرف قدره، خدا رحمت کند کسی را که اندازه خود رو میشناسد و پا از گلیم خود دراستر نمی کند و اون را که هست همون گونه، خود را که هست همون گونه میبیند که هست. یک دوربینی یا عکس خیلی آگراندیسمان شده از خودش در مقابل خودش نگه نمیدارد. خب این نکته مهمی است. قضا یعنی همین، یعنی اینی که بنده و شما با این مشخصات به دنیا آمدیم، در این قرن به دنیا آمدیم، در فلان سرزمین به دنیا آمدیم، در فلان خانواده به دنیا آمدیم و تازه اگر هم بکوشیم که فرزن پاره از این اوضاع خودمون رو عوض کنیم، همین قدرت اراده و همین کوشش رو هم قضا به ما داده است. کسانی هستن ضعف اراده دارن، کسانی هستن قدرت قوت اراده دارن، بعضیا سخت کوشن، بعضیا سهلگیرن، بعضیا به اندک مانعی از راه می نشینند و ادامه نمی دهند، بعضیا ستیزه می کنند با موانع و امثال اینها. خود همونها هم دوباره قدرت هایی است که به تعبیر مولانا قضا در اختیار ما نهاده است
و ما در کم و زیاد کردن اینها یک اختیار اندکی داریم، یک قدرت اندکی داریم. اینو باید بدانیم. وقتی که آدمی این رو بدانه خیلی راحت میشه، چون با خودشناسی آدمی راحت میشه، جای واقعی خودش قرار میگیره و به اندازه‌ای که میتواند آرزو میکنه، به اندازه‌ای که میتواند وعده به خود میدهد یا وعده به دیگران میدهد و برنامه زندگی خودش رو تنظیم میکنه. این که میگه قضا ابری بود خورشید پوش، این قضا مثل ابری ناگهان میاد و خورشیدی که همه جا رو روشن کرده میپوشاند و یک مرتبه ظلمت همه جا رو فرو میگیره، معناش همین است که تعجب نباید کرد که شما اراده‌ای میکنی، عزمی داری و ناگهان موانعی در راه پیدا میشه و به شما نشان میدهد که شما همه کاره نیستی و از جای دیگری است که گاهی راه رو باز میکنند و گاهی راه رو میبندند. چنین نیست که تو در اینجا صاحب اختیار باشی. نام این رو قضا میگذارد مولانا. شما بگویید که عوامل متعددی که در عالم هست یا بر سر قضا خداوند نشسته است و لذا میتوانید نام او رو اراده خداوند بگذارید. و این فقط از دیدگاه یک موحد نیست. یک موحد البته مثل مولانا میگه هر چه می آید ز پنهان خانه است، یعنی واقعا همه چیز رو از دستان خدا میبینه، یعنی او رو مستقیما در کار میبینه و نمیتواند نبینه. ولی حتی برای کسی که اهل توحید نیست، اهل خدا باوری نیست، هم این مقدار از بیان مقنعی است. یعنی آدم وقتی که خوب به سرفخت خودش بره، یه دفتر بستانکار و بدهکار باز بکنه، میبینه که چقدر بدهکاره، چقدر بستانکاره، چقدر مال خودشه و چقدر به جای دیگر که قضا باشه بدهی دارد و از جای دیگر وام کرده و در اختیار خودش گرفته. این نکته مهمی است. ولی چنان که گفتم شما توحیدی بخواید نگاه کنید، البته یعنی هیچ چیزی نیست که در این عالم از دستان خداوند نریزد. قول سعدی گفت دیگران را تلخ می آید شراب جور عشق، ما ز دست دوست می گیریم و شکر می شود. من در یکی از نوشته ها من آورده بودم که در مورد متن مقدس مخصوصا قرآن خیلی باید مواظب بود. یک نسبتی با پیامبر داره، یک نسبتی با ما داره که خوانندگان این متنی. ما قرآن رو چنان می خوانیم که آدمیانی هستیم که دست خدا رو در این عالم نمیبینیم و لذا باید آیات رو چنان بفهمیم که منافات با نیروهای طبیعت نداشته باشه. اما برای کسی که دست خدا رو در این عالم میبینه، یعنی به تعبیر مولانا سرمه توحید بر چشم او کشیده اند و جز خدا رو نمیبینه، او البته فقط میگه خدا این کار رو کرد، خدا بادها رو فرستاد، خدا گیاهان رو رویانید، خدا جان رو میگیره، خدا جان میدهد، خدا بچه ها رو در رحم صورتگری میکند. گفت اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم؟ چنان چشم من رو پر کرده که من چیز دیگری رو نمیبینم، کس دیگر رو نمیبینم. اون که او بیند مسبب را عیان، ننگرد اندر سببهای جهان. وقتی که خود مسبب رو میبینه، که میبینه جهان رو پر کرده و این شأن پیامبر است، شأن عارفان است، وقتی حرف میزنه اصلا این افعال و حوادث رو به هیچ علت دیگری جز خدا نسبت نمیده، گویی که خداوند مستقیما در این عالم آمده. یکی از بهترین مثالها که شاید براتون نقل کردم از غزالی است، در همین کتاب کیمیای سعادت و همچنین در هیرالعلوم میگوید که شما قلمی به دست دارید، روی کاغذ می نویسید و مورچه‌ای هم روی این کاغذ راه میره. این مورچه تمام حرکات، این حرکات قلم رو، ببخشید، تمام این بالا و پایین رفتن سطور رو و کلمات رو به قلم نسبت میده. او بالاتر از قلم رو اصلا نمیتونه ببینه و حرفش هم کاملا درسته، یعنی تشخیصش هم درسته. تمام این که چطور یه مرتبه این کلمه کج شد، اون اکراز شد، چطور یه نقطه اینجا نهاده شد، بالای کلمه، زیر کلمه، همه اینها رو به حرکات قلم نسبت میده. یک موجودی اگر یک کمی بالاتر از او رو ببینه، اینها رو علاوه بر قلم به دست نسبت میده. میگه قلم این حرکات رو کرد چون دست این حرکات رو کرد.
کسی بالاترین رو ببینه میره تا مغز، میگه مغز این کار رو کرد. اونی که مغز رو میبینه نمیگه قلم اینها رو نوشت، میگه شما نوشتی. اونی که شما رو میشناسه و شما رو به منزله نویسنده میشناسد هیچ وقت نمیگه که قلم این چطور رو کاغذ نوشت، میگه فلانی نوشت. ولی اونی که فلانی رو نمیشناسه و نمیبینه، اون اصلا در حد شناخت اونیست، مثل مور، مورچه، میگه بله قلم این کلمات رو نگاشت. و هر دوتا درست میگه. غزالی در اونجا میگه طبیعیون، علمای طبیعت، ساینتیست ها به اصطلاح امروز، اینا همون مورانی هستن که حرکت قلم رو ببینن، بالاتر از اون رو نمیبینن و حقم ندارن بالاتر از اون رو انکار کنن. اما اگر یک کسی خود نویسنده رو میبینه دیگه نمیاد بگه که قلم این کار رو کرد، انگشت این کار رو کرد، دست این کار رو کرد. یه مرتبه به خود فاعل اصلی نسبت میده. متن مقدس اینطوریست، قرآن شما وقتی که میخونید همه چیز رو به خدا نسبت میده. این دید پیامبر است. ما که این دید رو نداریم، ما این آیات رو جور دیگه‌ای باید بفهمیم. من این رو همیشه به شما گفتم، وقتی که میگه خدا باد میفرستد، شما این رو به صورت چی بخوانید؟ بگید باد میوزد. وقتی که میگه بارون رو خداوند از آسمان میفرستد، این رو پیغمبر میدید که داره بارون رو خدا میفرسته. ما باید بگیم باران میآید. وقتی که میگه خدا جانها رو میگیره، میگیم برای شخص میمیرد. وقتی که میگیم که در رحم صورتگری میکنه، میگیم جنها چنین میکنن. اینا هیچ منافاتی با هم نداره، همون تنافی تفاوت دید مورچه است با دید یک انسان. قضا یکی از معانیش همینه، یعنی شما برتر از حرکت قلم رو ببینید، برتر از حرکت دست رو ببینید، مستقیما اون فاعل رو ببینید و همه این امور رو به اون فاعل نسبت بدید. و این فقط در خور کسی است که اون چشم رو دیده باشه، داشته باشه و اون سرمه توحید بر چشم او کشیده شده باشه. ولذا تمام علل دیگه زیر شعاع اون علت العلل محو شده باشه. و الا البته همون می شود که خب ما در زندگی عادی انجام می دهیم و حقم داریم که این چنین باشیم، چون همه کس اون سرمه رو ندارد. عارفان را سرمه ای هست، آن بجوی تا که دریا گردد این چشمه چو جوی، به تعبیر مولانا. پس قضا ابری بود خورشید پوش، شیر و اژدرها شود زو همچو موش. من اگر دامی نبینم گاه حکم، من نه تنها جاهلم در راه حکم. من شخصی اگر گاهی خطا میکنم و حکم، یعنی حکم قضا رو نمیبینم، من تنها نیستم، بسیاران چنینند. این جهان بر همگان قضا تسلط دارد. ای خنک آن کو نکوکاری گرفت، زور را بگذاشت او زاری گرفت. خوشا به حال کسی که این حقیقت رو میداند و در حد توان خود نکوکاری میکند، با قضا ستیزه نمی کند. ستیزه نمی کنند. حد خود رو، محدودیت وجودی خود رو و میزان قدرت و تصرفات خود رو به درستی می شناسند. زور را بگذاشت او زاری گرفت. قبلا هم در این باب که با قضا نمی توان جنگید سخن گفته ایم. حالا مولانا هم اشاره می کنه، گر قضا پوشد سیه همچون شبت، هم قضا دستت بگیرد عاقبت. یعنی ما در همین میدان علل کار میکنیم. اگه علتی تو رو به زمین میزنه، علت دیگری میتونه تو رو از زمین برداره. اگر علتی تو رو بیمار میکنه، علت دیگری هم میتونه تو رو بهبود ببخشه. پس اگر قضا برای تو مثل شب سیاهی میاره، یه قضای دیگری میتواند درمان کند و دستت رو بگیره و روز بیاورد. گر قضا صد بار قصد جان کند، هم قضا جانت دهد درمان کنند. این قضا اگر قصد جان تو میکنه، میتواند هم جان تو رو نجات ببخشه. این قضا صد بار گر راحت زند، بر فراز چرخ خرگاهت زند. میتواند تو رو بر زمین بزند، میتواند تو رو به عرش ببرد. از کرم دان این که میترساندت، تا به ملک ایمنی بنشاندت. این که
خداوند گاهی تو رو میترساند و یا گاهی حوادثی پیش میاد که ترساننده است، برای اینکه در تو حذر رو و احتیاط رو بیدار کند و تو به ملک ایمنی بنشینی و در محل امنی برای خود جا اختیار بکنی. این سخن پایان ندارد. گشت دیر، گوش کن تو قصه خرگوش و شیر. نحوه قصه گفتن مولاناست دیگه، وقتی که فراوان رفته به راه های دیگر دوباره به سر جاده اصلی بر میگرده و به خود و به شنونده و به خواننده نهیب میزند که برگردیم ببینیم که ماجرا چه شد. گرچه هیچ وقت به این مستقیمی مولانا وارد کلام نمی شود و هم وارد، یعنی به جاده نیامده، دوباره جاده های فرعی می زنه، حالا همطور که خواهیم دید. باری چون که نزد چاه آمد شیر دید، که از رهان خرگوش ماند و پا کشید. یادتون هست دیگه، خرگوش مکار به شیر گفته بود که در راه می آمدم شیر دیگری بود و برای تو خرگوشی می آوردم، اون خرگوش رو از من گرفت و در این چاه رفت. وقتی که اون شیر گفت خب به من نشونش بده کجاست، با هم که سر چاه آمدن یه مرتبه خرگوش پاش رو پس کشید. گفت پا و پس کشیدی تو چرا، پای را و وصف کش پیشندرا. گفت کو پایم که دست و پای رفت، جان من لرزید و دل از جای رفت. رنگ رویم را نمی بینی چو زر، زندرون خود می دهد رنگم خبر. گفت من نمیتونم، من میترسم. داشت تمهید مکر میکرد و میخواست شیر رو بهتر گول بزنه تا اینکه بعدن هرچی را که میگه شیر عمل کنه. گفت مگه نمیبینی من زرد شدم؟ نمیبینی دست و پام از کار افتاد؟ نمیبینی دارم میلرزم؟ رعشه بر اندامم افتاده؟ من میترسم از اون دشمن. خب همینجا کافیست که مولانا نکته ای رو بگه و دوباره از داستان بیرون برود. رنگ رویم را نمیبینی چو زر، نمیبینی مثل طلا زرد شده. زندرون خود میدهد رنگم خبر. رنگ ظاهر از حال باطن من خبر میدهد. وقتی که مولوی همین نکته رو گفت، حالا باز وارد یک نیکو و بلندی میشود در باب نسبت ظاهر با باطن و نه فقط ظاهر و باطن آدمی به منزله جزئی از جهان، بلکه کل این کیهان. از اینجا آغاز میکند. حق چو سیما را معرف خوانده است، چشم عارف سوی سیما مانده است. سیما در فارسی ما به معنای چهره میگیریم، نام زنانه هم هست سیما خانم، ولی خب در عربی میدانید سیما به معنای چهره نیست، به معنای علامت است، همون که سمه میگویند بهش. سمات، جمع سمه یعنی علامت. در چند بار در قرآن کلمه سیما آمده است، یکی در سوره الرحمن است که یعرف المجرمون به سیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبون. مجرمین رو با سیماشون میشناسند، با سیما یعنی با علامتشون. حالا این علامت ممکنه در چهره باشد، ممکنه در جای دیگری باشه، ولی به معنای علامت است. در روز قیامت یعنی کسانی که می آیند، مأمورانی که می آیند تا مجرمین رو از دیگران جدا کنند، با علامت اونها رو می شناسند. در سوره اعراف هم آیه ای هست که اتفاقا کلمه اعراف در همون جا هم به کار رفته، و علل اعراف رجالون، وقتی که بحث جهنم و بهشت رو میکنه میگوید و علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم. اعراف یک نقطه است، یه جایست بین بهشت و جهنم که نه بهشت است و نه جهنم، چنان که در روایات آمده. کلمه اعراف خودش در عربی به معنای بلندی است. بر بالای بلندی کسانی، رجالی ایستادند، رجال الهی، اولیاء خدا، که همه رو با علامتشون میشناسند. یعرفون کلن به سیماهم، همه را با سیماشون میشناسند، جهنمیان رو و بهشتیان رو. لذا گویی که
یک منطقه است مشرف بر هر دو، بر بهشت و بر جهنم، و کسانی در اون بالا ایستادند و طرفین رو تشخیص میدهند. و همونجاست که قرآن میگوید که گویی جهنمی ها بهشتی ها رو میبینند، بهشتی ها جهنمی ها رو میبینند، و جهنمی ها که از فرط آتش، فرط گداختگی تشنه شده اند به بهشتی ها میگن افیزو علینا من الماء فیزن، قدری آب به ما بدین، ما اینجا تشنیم. اونا هم میگن ان الله حرمهما علی الکافرین، خداوند اینها رو حرام کرده بر شما. در اونجا این کلمه سیما آمده است که باز به همین معناست. خلاصه مسئله سیما با معرفت یعنی با شناخت ارتباط داره دیگه. در هر دو جا میگوید که از روی علامت کسی رو میشناسن. مولوی این رو در اینجا به کار گرفته. اون شعر خوب سعدی به یادم میاد، میگوید که ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من است اون که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. مگه این اعراف بین بهشت و جهنمه؟ میگه حوران بهشتی رو بیاری در اعراف میشه جهنم براشون، جهنمی ها رو بیاری اعراف میشه براشون بهشت. نسبی بودن رو داره توضیح میده. ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من است اون که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. خب پس وعلی الاعراف رجال یعرفون کلن به سیماهم، حق چو سیما را معرف خوانده است، چشم عارف سوی سیما مانده است. چون خداوند گفته است که سیما معرف است، معرفی می کند طرف رو، پس چشم عارفان به سوی سیما، به سوی علامات است. رنگ بو قناد آمد چون جرس، از فرس آگه کند بانگ فرس. بانگ هر چیزی رساند زو خبر، تا بدانی بانگ خر از بانگ در. رنگ و بو غمازند یعنی خبرچینند، میگویند که در دل فلانی و در مغزش چه میگذرد. همچنان که بانگ فرس، بانگ اسب، شیهه اسب آگه میکند که در آنجا فرسی هست. گفتن که کسی آمد پیش ملا نصرالدین، گفتش که ممکنه الاغتون رو یه روز به من قرض بدیم؟ گفت نیست، الاغمو کسی دیگه گرفته. در همون وقت الاغ تو طویله بود شروع کرده نعره کشیدن. گفت ملا الاغ که هست. گفت حرف من پیرمرد رو باور نمی کنه، حرف خر رو قبول میکنه. این حکایت رو چرا گفتن؟ یعنی ببینید علت این که این جوک و خنده داره اینه که یه امر حقیقی و یه امر اعتباری اینجا قاطی شده. یعنی دلالت صدای خر بر وجود خر دلالت حقیقی است، ولی دلالت سخن ملا نصرالدین بر وجود خر یک دلالت اعتباری و قراردادی است. بعد این گفته اینو قبول کن اونو قبول نکن. گفت حرف من پیرمرد ریش سفید و زمین گذاشتی به عرعر یه خر سفجم. خب حالا از فرس آگه کند بانگ جرس، بانگ فرس، بانگ هر چیزی رساند زو خبر، تا بدانی بانگ خر از بانگ در. و روایتی رو نقل میکنه. این روایت رو من در نهج البلاغه هم دیدم. به هر حال پاره از نکاتی که در نهج البلاغه هست از سخن از پیامبر هم نقل شده است که مرء مخفی لدا طی اللسان، آدمی در زیر زبانش پنهان است. یعنی همین که زبانشو باز کرد، دهانشو باز کرد و سخنی گفت، نشان میده که به اصطلاح چند مرده حلاجه، در انبانش، در چنتش چیست، تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. اما همین که دهان باز کرد معلوم میشه. رنگ رو از حال دل دارد نشان، رحمتم کن مهر من در دل نشان. یعنی رنگ رو چنین میگوید به لسان استعداد، به لسان تقاضا. وقتی که رنگ کسی پریده یا زرد شده، در واقع التماس میکنه، میگه رحمتم کن مهر من در دل نشان. رنگ روی سرخ دارد بانگ شکر،
بانگ روی زرد دارد صبر و نکر. وقتی که کسی سرخ روست علامت این است که با نشاط است، رنگ شکر دارد، گویی که شاکر نعمت است. از اون ور اگر رنگ روی زرد داره، خب علامت این است که در رنجی به سر میبرد، علامت این است که صبری میکند، دندان بر جگر میفشارد. نکر یعنی زشتی و ناتوانی. دنبال این یه بیتی که بعد میاد رو قاعدتاً باید به خرگوش نسبت بدیم. گفت در من آمد اون که دست و پا برد. خرگوش داره به شیر میگه. کاش اینجا جدا میکردن آقای موحدین رو. رنگ رو و قوت و سیما برد. همونجا هم قبلا گفت به شیر. گفت حالتی به من دست داده که دست و پای من میلرزه و من نمیتوانم به دهانه چاه نزدیک بشم. در من آمد اون که دست و پا برد، رنگ رو و قوت و سیما برد. در من آمد اون که از وی گشت مات، آدمی و جانور جامد نباد. از اینجا به بعد مولانا زبان خرگوش می شود و در واقع خرگوش رو می برد و می نشاند بر صدر کائنات و از اونجا از زبان او نکته های حکیمانه‌ای رو که خواهد آمد می گوید. در واقع خرگوش داره میگه اینی که در من آمد، من که ناگهان احساس ترس میکنم، گاهی احساس وجد میکنم، گاهی احساس توانایی و ناتوانی میکنم، من جزئی از یک کلم. این کل یونیورس، کل کائنات چنینن، احوال عوض میکنن و پاره از اونها هم در من انعکاس پیدا میکند. من جزئی هستم که حالت کل رو منعکس میکنم. آن که در هر چه در آید بشکند، هر درخت از بیخ و بن او برکند. در من آمد اون که از وی گشت مات، آدمی و جانور جامد نبات. این خود اجزا اند، کلیات از او زرد کرده رنگ و فاسد کرده بو. خیلی از اینجا در واقع مولوی جهان هوشمندی رو داره برای ما تصویر میکنه. قبلا هم در همین دفتر اول ابیاتی از مولوی خواندیم که خیلی به صراحت این جهان رو که ما بی جان و بی شعور میپنداریم با شعور و با اراده وانمود. اینجا هم همین رو داره میگه. تا نگاه کنید، یعنی میگه وقتی که خزان میشه، وقتی که بهار میشه، این که حالا به اعتقاد گذشتگان خورشید به دور زمین میگرده، گاه بالاست گاه پایینه، این که بادی میوزد، این که دریا استراب و تلاطم و تموجی پیدا میکنه، گویی در همه اینها یک نوع شعوری وجود داره. میفهمند خودشون هم که حالشون خوش میشود یا بد میشود و این خوش و ناخوش شدنها در ما هم انعکاس پیدا میکنه. درست مثل ما که بدحال و خوشحال میشویم، در اونها هم چنین اتفاقاتی میفته. این البته یه سخنی است که با یک ساینتیست نچرالیست ما امروز بگیم خب نمیپذیره. داعی هم نداریم برای اینکه برای او اثبات کنیم و اثبات پذیرم نیست به طرق تجربی 100%. اما دست کم نشان میدهد که یک عارف میتواند جهان رو با چشم دیگری هم بنگرد و در او احوال تازه‌ای رو هم بخواند. تا جهان گه صابر است و گه شکور، بوستان گه حله پوشد گاه کور. این جهانی که گاهی صابره گاه شکوره، خب یعنی چه؟ یعنی گاهی احوالش خوشه گاهی نیست، گاهی حله می پوشه گاه اوره، یعنی برهنه است. یعنی منظورش بهار است که درختان همه حله می پوشند و برگ‌های سبز برتن می کنند، خزان که درختان همه برگند، اورند، برهنند. آفتابی کو براید نارگون، ساعتی دیگر شود او سرنگون. آفتابی که در فجر از مشرق طالع می شود نارگون مثل آتش گداخته و بعد همین آفتاب ساعتی دیگر شود او سرنگون، در مغرب افول می کند و پایین می رود. اختران تافته بر چار تاق، لحظه لحظه مبتلای احتراق. اختران ستاره هایی که بر چار تاق، یعنی بر تاق آسمان هن. چار تاق شما دیده بودید حتما، من بیشتر نوعش رو در گورستان ها می دیدیم. چهار تا ستون می زدن و یه تاقی روش بود. خب گذشتگان این جهان رو گنبد می خواندن دیگه، مثل
این اختران گویی که بر چارتاقن، بر این گنبد آسمان هستن، لحظه لحظه مبتلای احتراق. احتراق یعنی سوختن، برای یک اصطلاح نجومیست نزد گذشتگان. خب میدانید دیگه این هفلاک سبعه، یعنی هفت فلک که زمین باشه، ببخشید زمین که جزو هفلاک نبود، زمین و اون چیزایی که دور زمین میگشتن، یعنی اون خمسه متحیره، اون پنجتا سیاره که همه میشناسیم، به علاوه ماه و به علاوه خورشید، اینا هفت فلک رو تشکیل میدادن. بعد باز مطابق رأی گذشتگان ما یک زودیاک داشتیم، یک منطقه البروج، که این منطقه البروج 12 برجه و هر برجی هم یک شکلی مشکل است، یعنی این یک کانستلیشن، مجموعه از ستاره ها رو کنار هم میگذارن، یه وقت مثل عقرب میشه، یه وقت مثل گاو میشه، یه وقت مثل قوس میشه، یعنی کمان میشه، و اینا که همین اسمایی هم که داره. بعد در طول سال وقتی که خورشید به اعتقاد اونها دور زمین میگشت، در هر برجی در یکی از این اشکال نجومی بود. میگفتن مثلا الان قمر در عقربه، یا خورشید مثلا در شیره. اینا یعنی خورشید میرفت در اون برجی که با اون شکل نجومی خاص مشخص میشد. حالا این پنج تا ستاره که سیاره، ببخشید، که همون خمسه متحیره به اونها میگفتن، به قول خیام کانان که مدبرن سرگردانن، این ها که سر، چون اینا آخه نظم درستی نداشتن در گردش خودشون به دور زمین، به اعتقاد گذشتگان خیلی کج و بیراه میرفتن، به اینا متحیر، یعنی همین عطارد و زهره و مریخ و زحل و مشتری، این پنجتا، اینا گاهی با خورشید در یه برج قرار می گرفتن. وقت به اینا می گفتن احتراق، می گفتن این سیاره می سوزد، محترق می شود، نه اینکه واقعا بسوزه، نورش تحت شعاع نور خورشید قرار می گرفت، این رو احتراق می نامیدند. یک اصطلاح نجومی است در فلکیات قدیم. اختران تافته بر چار تاق، لحظه لحظه مبتلای احتراق. ماه کو افزود زختر در جمال، ماهی که از نظر زیبایی بر ستارگان برتری دارد، بر اختران افزودگی دارد، شد زرنج دق او همچون خیال. دق اسم دیگر بیماری سل هست، می گفتن فلانی دق کرد و مرد. این دق به معنای بیماری سله، چون سل افراد رو لاغر می کرد و می تراشید و زرد رو می شدند و نزار، به این اعتبار او رو دق یعنی باریک، دقیق دقیقا یعنی باریک دیگه، لغتا یعنی باریک. دقیق در عربی دو تا معنا داره، یه معناش آرد دقیق، میگن اون دقیقی شاعر مست که آرد فروش هم بوده با پدرش، و یکیش هم به معنای باریکه، فکر دقیق، یعنی فکر نه دلنگواز، خیلی دقیق. دق کردن یعنی باریک و لاغر و تراشیده شدن تا حد مرگ، اون چه که در بیماری سل دیده می شد. شد رنج دق او همچون خیال، خیال یعنی صورتهای ذهنی. این زمین با سکون با ادب، اندر آرد زلزلش در لرز تب. البته نزد گذشتگان این زمین با سکون بود و با ادب بود، امروز که راه افتاده و با سرعت 30 کیلومتر در ثانیه دور خورشید می‌گرده. خب این زمین با سکون با ادب، اندر آرد زلزلش در لرز تب. زلزله میاد و مثل کسی که لرز و تب داره میلرزه. ای بسا که زین بلای مردریگ، گشته استن در جهان او خرد و ریگ. مردریگ لغتاً به معنای میراثه، میراث. مردریگ اون چه که از مرده باقی میماند، اما ضمناً یک صفت طعنه. مولانا این رو هر وقت میخواد یه چیز بدی رو بگه، میگه فلان چیز مردریگ، یعنی لعنتی به اصطلاح امروز ما. ای بسا کوه زین بلای مردریگ، بسا کوه‌ها که از بلای لعنتی که میآید، گشته استن در جهان او خرد و ریگ. این هوا با روح آمد مقترن، چون قضا آید وبا گشت و افن. هوایی که با روح مقترن است، حالا دو معنا داره این حرف، یکی این که هوا و روح
هم جنس یکدیگرند به اعتقاد گذشتگان و غرض روح حیوانی است البته، نه نفس ناطقه انسانی. یا معناش اینه یا اینکه از هوا آدم زندگی میگیره دیگه، با تنفس آدمی زنده است. این هوا با روح آمد مقترن، این هوایی که چنین شأنی داره گاه وقتی که قضا بیاید وبا میشود و عفن، یعنی متعفن میشود، مثل همین اتفاقی که چند روز پیش در تهران افتاد. این وبا به معنای بیماریزاست و عفن هم که به معنای بدبو. آب خوش کو روح را همشیره شد، در قدیری زرد و تلخ و تیره شد. همچنین آب زلال و خوش که در زلالی مثل روح است، همشیره روح است. چون روح از نظر گذشتگان مثل یک موجود شفاف بود، مثل شیشه، شیشه کاملا پاک. آب خوش زلالی که از فرط صافی بودن تا اون قعر جو رو نشان میدهد و با روح همشیره است، یعنی هم جنس اوست، میبینی که در قدیری در یه گودالی زرد میشه، تلخ میشه، تیره میشه. آتشی کو باد دارد در بروت، هم یکی بادی بر او خواند یموت. بروت یعنی سبیل. در شعرهای زیادی ما داریم فلانی بادی به بروت خود افکن، یعنی باد به سبیل خودش افکن. در شعرهای مرحوم شیخ محمود شبستری هست در گلشن راز، میگه جهان در جنب این نه توی مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا. این کره زمین در مقابل این افلاک مثل یک دانه خشخاش است بر روی یک دریای بزرگ. تو خود بنگر که از این خشخاش چندی، حالا تو ببین تو از این خشخاش چقدشی. سزد گر بر بروت خود بخندی، برو به سبیل خودت بخند، حالا اینقدر ریزی و کوچکی و خرد و حقیری، چه جزئی از یه خشخاشی که اون خشخاش روی دریا. بروت به این معنا بود. باد نخوت هم که گذشتگان میگفتن که کسی باد به بینیش میانداخت، اینا هم باد بینی میگفتن هم باد بروت میگفتن، هر دوتا. آتشی کو باد دارد در بروت، آتشی که باد نخوتی دارد، هم یکی بادی بر او خواند یمود. بادی میاد و فرمان مرگ او رو صادر میکنه، خاموش میکنه این آتش رو، میگه یمود بمیر برو. حال دریا، این بیت رو توجه کنید، حال دریا ز استراب و جوش او، فهم کن تبدیل های هوش او. حال دریا رو ببین که چه تلاطمی، چه استرابی، چه پست و بالا رفتنی داره. هوش او رو بفهم که این احوال او، احوال ظاهری، حکایت از هوش باطنی دریا میکنه. و خلاصه اینکه گویی همه چیز جاندار است و شعوردار است و میدانند که بر اونها چه میگذرد. چرخ سرگردان که اندر جستجوست، حال او چون حال فرزندان اوست. ما فرزندان این چرخیم، او خودش متحیر است و سرگردان و در جستجو. ما هم به تبع او چنین احوالی رو داریم، گه حزیز و گه میانه، گاه اوج، اندرو از سعد و نحسی فوج فوج. حزیز وقتیست که حالا البته در نجوم قدیم باز یه تعریف متفاوتی داشت اندکی، چون خب اونا این افلاک محدب و اینا میگفتن، ولی در با هیئت جدید در واقع وقتی که در این مدار بیض شکلی که سیارات و زمین به دور خورشید می‌گردن، خورشید خب در یکی از این دو کانون بیضی قرار داره دیگه، وقتی که زمین یا سیارات نزدیکترین وضعیت رو به خورشید دارن حزیز نامیده میشه، وقتی که دورترین رو دارن اوج نامیده میشود. این همون اوج و حزیز، اپوجی پریجی در اصطلاح قدیم. و جالبم همین است که اتفاقا من نگاه میکردم همین روز 14 یا 15 دی ماه حزیز خورشیده، یعنی ما الان در حزیزیم، در حزیز زمین هستیم و دقیقا نزدیکترین وضع رو به خورشید داره الان زمین.
و قاعدتا باید گرمتر باشه در حالی که زمستانه، سردتره. به دلیل چی؟ به دلیل این انحرافی که محور زمین داره. اگر محور زمین مستقیم بود حرارت خورشید خیلی بیشتر میشد وقتی که ما در حضیض بودیم، اما اون کوسینوس اون زاویه که محاسبه میکنید بله باعث میشه که حرارت طبعا کمتر میشه در روی زمین. یه اشتباهی بود که گذشتگان میکردن در اون شعرهای انوری هست، گاه بعد و قرب از این زرینه تشت. وقتی که زمین از اون زرینه تشت یعنی خورشید دور میشه و نزدیک میشه فکر میکردن وقتی زمین گرمتر و سردتر میشه، درست عکسشه. وقتی که ما در اوج یعنی دورترین فاصله رو داریم هوا گرمه، وقتی که کمترین فاصله رو داریم هوا سرده. یعنی همین 15 دی ماه اتفاقا همین در اوج حضیضیم، یعنی در حضیضترین وضعیتی قرار داریم. این اصطلاح نجومیه و الا در اصطلاح عادی اوج و حضیض یعنی بالا و پست. گه حضیض و گه میانه گاه اوج، اندرو از سعد و نحسی فوج فوج. و احکام نجوم دیگه یادتونه قبلا گفته بودم برای مشتری که سعد ترین سیاره هست، زحل که نحس ترین سیاره هست به اعتقاد گذشتگان. حالا اگر کسی طالعش زحل باشه یا مشتری باشه دیگه خودش باید بره به سرنوشت خودش بیاندیشه. مولانا میگه عقل کو مقلوب نفس، او نفس شد. مشتری مات زحل شد، نحس شد. حتی مشتری که اینقدر سعده اگر مات زحل بشه اونم نحس میشه. اینن همین است، اگر عقل آدمی تابع نفس او شد، نفس باید تابع عقل باشه. عقل کو مقلوب نفس، او نفس شد. مشتری مات زحل شد، نحس شد. خب اینها رو برشمرد دیگه مولانا، این تحولات عظیمی که در طبیعت، در افلاک، در کائنات رخ میدهد و ما که فرزندان این افلاکیم به تبع ما جزوی از این کلیم، به تبع اون کل این احوال در ما هم پدید می آید. و نه تنها ما شاعریم یعنی آگاهیم به این تحول احوال، از نظر مولانا خود جهان هم این رو در میابد. از خود ای جزو ز کلها مختلط، فهم میکن حالت هر منبسط. ما یک جزوی هستیم از این عالم که مجموعه ای از احوال عالم رو با خودمون داریم، یعنی بخشمون خاکیه به اعتقاد گذشتگان، آبی، هوایی، غیره غیره، و همون تحولاتی که در اون رخ میده در ما هم منعکس میشه. چون که کلیات را رنج است و درد، جزو ایشان چون نباشد روی زرد. وقتی که این عالم و کلیهای عالم رنج و درد میبرن، ما که جزوی از اجزا او هستیم چرا روی زرد نباشیم؟ خاصه جزوی کوز ازداد است جمع، زاب و خاک و آتش و باد است جمع. مخصوصا ما که مجموعی از این چهار عنصر متضاد یکدیگر هستیم. این عجب نبود که میش از گرگ جست، این عجب که میش دل در گرگ بست. گرگ و میش ضد یکدیگرن. میگه این عجیب نیست اگر میش از گرگ بجهد، ولی عجب وقتی است که گرگ و میش با هم دوست بشن. منظور چیه؟ منظور همین ازدادی است که در وجود ما هم خاک داریم، هم باد داریم، هم آب داریم، هم آتش داریم. این اجزاء مختلف که رهاشون کنی از هم میگریزند. خب گذشتگان هم همین رو میگفتن دیگه، میگفتن این نفسی که ما داریم این باعث میشه که ازداد رو در کنار هم نگه داره. همین که جان از بدن بره یه دفعه بدن تجزیه میشه. بدن تجزیه یعنی اجزا از هم میگریزند و هر کدام به سوی معدن خودشون میروند. اگه کربن به سوی خاک میره، اگر ازوت به هوا میرود، و همچنین عناصر هر کدوم به جا و معدن خودشون میروند. چه چیزی این ازداد رو در کنار هم قرار داده و نمیگذاره اینا از هم بگریزن؟ یک موجود، یه نیروی قاهر و مدبریست که این کار رو میکنه. لذا این عجب نبود که میش از گرگ جست، این عجب که میش دل در گرگ بست. عجیب اینه که میش و گرگ با هم آشتی کردن، دل به هم بستن. زندگانی آشتی زده هاست،
مرگ آن کاندر میانشان جنگ خواست. اینم یکی از اون مواردی که مولانا فلسفه ازداد رو بیان میکنه و جاهای دیگه هم مرتب و مفصل این معنا رو گفته. حکمت این ازداد را برهم ببست، ای قصاب این گردران با گردن است. یعنی گوشت لخم به کسی ندادن، گردران با گردن است، گوشت با استخونه در این عالم، همه چیزش همینطوره. در تعبیراتی که بنده به کار میبرم، همه چیز ناخالص است در این عالم، شما چیز خالص پیدا نمی کنید. مولانا میگه هر چیزی روش انگشت بذاری مجموعه ازداده. حالا بیایم به اصطلاح امروزی ها بگیم که حتی خود آب که میگفتن یک عنصر بسیطه، برید در داخل او و برید در اتم ها و در درون اتم ها بالاخره الکترون و پروتونه که یکیش مثبت یکیش منفیه. پس زندگانی آشتی زده هاست، زده ها رو، مثبت ها و منفی ها رو، گرگ ها و میش ها رو کنار هم نهادن و یک قضا، به تعبیر خیلی کلی مولانا، یک قضایی، یک نیروی مدیریتی اینها رو به هم آشتی داده که موقتاً در کنار هم باشن. و این همون القصر لایدونه. گذشتگان میگفتن چیزی که زوری باشه دوام نداره، چیزی که طبیعی باشه دوام داره. قصر با قاف و سین به معنای زورکی، به معنای خلاف طبع. یک اصطلاح خیلی مهمی بود به کار می بردن، می گفتن القصر لا یدوم. قصری یعنی چیز غیر طبعی، به تعبیر ما زورکی، دوام نداره، حتی هزار سال هم طول بکشه آخرش مجالی پیدا کنن اینا جدا میشن و پا به فرار میذارن. اما امر طبعی سر جاشه. مثالشون چی بود؟ می گفتن این سنگ که روی زمینه، این جای طبیعیشه، 100,000 سال هم اینجا باشه سر جاشه، خوش نشسته. اما شما این سنگ رو پرتاب کنید به هوا، این می شود یک جای قصری و زوری به سنگ دادن و این سنگ 1,000 جا میره تا بالاخره دوباره خودشو به زمین برسانه. حالا نکته جالب این است، از نظر گذشتگان گشتن خورشید و سیارات به دور زمین حرکت طبعی بود، می گفتن اینا به طبع می گردن. دلیلشون هم این بود که اگه طبیعی نبود باید به هم خورده بود، اگر طبیعی نبود باید به هم خورده بود و طبیعی است به اتفاق. ولی امروزه چیه؟ این حرکت رو قصری میدانن دیگه. چرا؟ میگن جاذبه خورشید زمین رو در این فاصله در مدار خود نگه داشته، یعنی به زور به زنجیر جاذبه ایستاده. اگر این زنجیر پاره بشه زمین هم پا به فرار میگذاره، واقعا از مدارش خارج میشه. و این نکته ایست که از اینجا شما باید توجه کنید، در علم جدید ما هیچ چیز طبعی نداریم، همه چیز قصریه. یعنی اون چه که گذشتگان طبیعیات می نامیدند پاک جای خودش رو عوض کرده و باید اسمشو قصریات بگذاریم. کسی نگفته، من در نوشته های خودم اینو آوردم. دانش جدید رو کسی نمی شناسه مگر اینکه بداند که از طبع سخن نمیگه، از قصر سخن میگه. حالا اون مثال سادش رو زدم در باب حرکت سیارات، در هر جا که شما برید همین قصه است. یعنی شما وقتی که رادیوم تشعشع میکنه هیچ شیمیستی نمیگه که این به طبع تشعشع میکنه و ذرات آلفا و بتا و غیره از اون میاد بیرون. اونجا هم دنبال یه عللی میگردن که در درون هسته رادیوم چه میگذرد که اینها رو میپرانه بیرون، و اگر بتونیم اونو علاج کنیم میتوانیم رادیوم رو هم به اصطلاح عوض کنیم، رفتارش رو عوض کنیم. الی آخر، زندگانی آشتی زده هاست. زندگانی حتی بنای این عالم و خصوصا حیات، حیات. یک فیزیولوژیست فرانسوی بود، من که نوشته خود رو نخوندم، مرحوم آقای مهندس بازرگان در یکی از کتاباش نقل کرده بود، گفته بود که زندگی عبارت است از آن هر آنچه که مرگ را می‌گریزاند. یعنی ما دائما در معرض مرگیم، تا اونجا که میتونیم مرگ و فراری بدیم زنده ایم، و وقتی که نتوانستیم، وقتی که مرگ بر ما غلبه خواهد، یعنی یک نزاع اینجا وجود داره، یک جدال دائم وجود داره بین مرگ و زندگی، و اینا دائما همدیگر رو
میکوشند تا از میدان بدر کنند و چون یکی از این چهار شد غالب، جان شیرین برآید از غالب. زندگانی آشتی زده هاست. این یکی از اون نکته های خیلی عالی است که در مثنوی آمده. مرگ آن، مرگ عبارت از چی؟ کن در میانشان جنگ خواست، یعنی آشتی بدل به جنگ بشه. اونگاه تجزیه است، دیکمپوزیشن و جدا شدن اجزا از یکدیگر. لطف حق این شیر را و گور را الف داده است، این دو ضد دور را. الف یعنی الفت. لطف حق شیر رو با گور خر رو با خرگوش رو در کنار هم نهاده و الفت داده، یه جهانی ساخته. چون جهان رنجور و زندانی بود، چه عجب رنجور اگر فانی بود. این جهان که رنجور است، زندانی است و بلکه خودش هم زندان است، عجب نیست اگر فانی باشه. خب یکی از دلایل خیلی مشهوری است که از ارسطو رسیده، میگفت که روح نخواهد مرد، میرا نیست. چرا؟ برای اینکه اجزا ندارد، بسیطه. امر بسیط تجزیه نمیشه دیگه، به چی تجزیه بشه؟ چون به حسب تعریف اجزایی نداره. اما موجودی که اجزا داره مرگ روش نوشته شده، برای اینکه همین که این اجزا از هم جدا شدن اون میمیره. و همین دلیل میگفتن که نظام عالم که نظام مادی است نهایتا فانی است، فانی شونده است، برای اینکه اجزایی داره که بالقوه و بالفعل میتوانن از هم جدا بشن. اگر موجودات غیر مادی داشته باشیم که اجزا ندارن، اونگاه این مرتال خواهند بود. این استدلال ارسطویی است و فیلسوفان بعد از او هم همه پذیرفتند. چون جهان رنجور و زندانی بود، یا زندانی بود، چه عجب رنجور اگر فانی بود. هیچ عجب نیست که رنجوری که مجموعه ازداد است فانی بشه. باری اینها که سخنان مولانا بود، ولی مولانا میگوید که خواند بر شیر و از این رو پندها، گفت من پس مانده ام زین بندها. گفت با این تفصیلاتی که گفتم و با این مقدماتی که برای تو چیدم، تمام پای افلاک و کائنات رو در میان آوردم، خلاصه میخوام میگم من لبچا نمیام و شما از من نخواه که من بیام لبچا اون رو به تو نشون بدن. شیر گفتش تو ز اسباب مرض، این سبب گو خواه کی نستم قرض. گفت تو به من بگو این چیزهای کلیات و اینا رو رها کن، به من بگو دلیل خاص این که تو سر این چاه نمیای چیه. تو داری میگی کل عالم اینجور است و اونجور است، این فلسفه ها چیه؟ گفت گفت دلیل همه اینا رو هم نگفته بود دیگه، این دلیل اصلی اینه. گفت آن شیر اندر این چه ساکن است، اندر این قلعه ز آفات آمن است. گفت نمیام، چون اون شیری که گفتم خرگوش از من گرفت اومده و رفته در این چاه پنهان شده و من میترسم. البته که میترسم، داشت حیله میکرد، تمهید مقدمات میکرد. بعدن میگه به این شیر گفت تو منو بغل کن، در بر بگیر، با هم میریم سر چاه که من او رو به تو نشون بدم. و خب نقشه میگرفت دیگه، چون این با شیر که این روباه این خرگوش رو بغل کرد رفت سر چاه، دید بله یه شیر دیگه‌ای که یه خرگوش رو بغل کرده تا یه چاهه. گفت راست میگه. ولی تا اینجا تمام عرش و فرش و فلک و همه رو گفت و گفت که این رفته در این چاه. کلمه چاه اومد، مولانا یاد یک اصل صوفیانه افتاد باز، که در چاه رفتن و خلوت گزیدن و عزلت گزیدن چه چیز خوبیه. حالا یه مقداری در فواید در چاه ساکن شدن برای ما میگوید تا بعد از چاه ما رو به راه بیاره. میفرماید که قعر چه بگزید هر کو عاقل است، زان که در خلوت صفاهای دل است. ظلمت چه به که ظلمتهای خلق، سر نبردن کس که گیرد پای خلق. خب حالا اینجا واژه چاه به کار رفته، ولی منظور مولانا خلوت گزینی و عزلت گزینی است. یکی از اون سرفصل‌های مهم در مجادلات میان صوفیان و اخلاقیون که عزلت بر جمعیت و بر معاشرت برتری دارد یا به عکس. کتاب‌های
اخلاقی و تصوفی که نوشته شده پر است از ادله له و علیه در این باب که آیا بهتر است آدمی با مردم و در میان جمع بزید، سر و کار داشته باشد، رفت و آمد داشته باشد، یا اینکه خلوت بگزیند. دو طرف هم دلایل می آوردن، دلایلش هم شنیدنی است و کاملا نشان می دهد که تایم دیپندنت، یعنی همشون با توجه به شرایط روزگار خودشون این ادله رو می آوردن. خب روزگاری که پر از جور بود، پر از ستم بود، پر از جاسوس بود، پر از ناامنی بود، پر از دزدی بود، بسیاری از اینا ترجیح می دادن که تا می تونن تو حاشیه اجتماع زندگی بکنن که گرفتار این آفات نشن. اون وقت بر اینها دلایل دیگر هم می افزودن. شاید این انگیزه اصلی بود. می گفتن در خلوت آدم دروغ نمیگه، برای اینکه کسی نیست شما بهش دروغ بگید. بسیاری از گناهان و آفات به دلیل حضور در اجتماع است. در تنهایی اصلا رخ نمیده. شما در خلوت به کسی زخم زبان نمیزنی، غیبت کسی رو نمی کنی، دروغ به کسی نمیگی، موجب رنجش کسی نمیگی و حتی گاهی حتی وسوسه هم بشی دست به مال کسی دراز نمی کنی و بسی چیزهای دیگه. زان که در خلوت صفاهای دل است. از اون طرف مردم هم به تو گزندی نمیرسونن. در جمع بری بنشینی، یک کسی بیاد یاوه بگه، یک کسی به تو روبرو بشه، مثلا سخن زشتی بگه، یک کسی وقت تو رو بگیره، نظره به کارت برسی و هزار آفت دیگر. یک کسی نگاه بکنه به لباس تو، بگه این چه لباسی پوشیدی، این چه کفشیه، این چه حرفی بود زدی. اما در خلوت هیچ کدوم این حرفا نیست، راحتی دیگه. و اگر فکری و ذکری داری و همون مشغولی و به مقصدی که میخوای میرسی. اینا استدلالایی بود که و بسی بیش از اینها. به کتاب احیاء العلوم غزالی مراجعه کنی، کتاب به من کتاب العزله، همه این دلایل رو اونجا ذکر کرده که به قول مولوی جنبندیش اینه: در خلوت صفاهای دل است، آدم از بسیاری گناهان مسئول میمانه، از بسیاری از بدخواهان و وسوسگران و راهزنان و نابکاران مسئول میمانه و وقتش در اختیار خودشه و میتواند مرکب زندگی رو به سوی مقصدی که میخواد براند. اما از اون ور اینها در باب اجتماع هم سخن میگفتن. میگفتن خب شما به مسجد میرید، به نماز جمعه میرید، به دیدار و به عیادت بیماران میرید، من مثال هایی که خودشون میزدن، راهنمایی میکنید، وعظ میکنید، تعلیم میکنید، معلم میشید، تشییع جنازه میروید، اون چیزهایی که ذکر میکردن، دستگیری از بینوایان میکنید و نقش هدایتی در جامعه به عهده میگیرید و بس چیزهای از این قبیل. به علاوه با نشست و برخاست با دیگران از نیکان بهره میبرید، از اونها چیزی میآموزید. همه چیز رو که آدمی از خودش نداره و از خودش نمیتواند انتظار داشته باشه، اینا هم دلایل خودشون رو میآوردن و هر دو طرف دو اردوگاه بودن که له و علیه همدیگه سخن میگفتن. خب شما خود مولوی رو میبینید در عمل طرفدار و طالب عزلت نبود. اگر بود که نمینشست با یه جمعی سخن بگه، شعر بگه و همراهی مراوده داشته باشه. اونم چه جمعی؟ جمعی که معمولا اینطوری که نوشتن از عوام الناس بودن. شاید خیلی از سخنان مولانا رو هم اونچنان که باید در نمیافتن. با همین احوال این بزرگوار با اینها می نشست، به سر می برد، خیلی عیسی‌وار رفتار می کرد. چون در انجیل هست، در انجیل متا، که عیسی وقتی که با پاره از این افراد یا فروده است یا حتی مطرود جامعه نشست و برخاست می کرد، به عیسی اعتراض می کردن که با اینا چه کار داری؟ و ایشون می گفت که خب من پیش اینا نرم پس چه کسی؟ مولانا هم همین جواب رو میداد. به اون میگفتن اینا که دور خودت جمع کردی؟ میگفت خب اگر اینا خودشون استاد بودن من به خدمتشون میرفتم، حالا اینا به من احتیاج دارن، اومدن پیش من، من طردشون نمی کنم. خلاصه طرفدار عزلت نبود و از اینکه با مردم رفت و آمد داشته باشه خیلی هم خوشنود بود، به دلیل نامه هایی که به بزرگان شهر می نوشت برای گشودن گره کارهای مردم. ولی خب غافل از این تاریخ تصوف هم نبود و استدلال هایی که در اونجا
صورت گرفته بود. اینجا از زبان اونها داره میگه قعر چه بفتی هر کو عاقل است، آن که در خلوت قاعای دل است. ظلمت چه به که ظلمت های خلق. ظلمت های خلق این همون تاریکی که از ناحیه دیگران به آدمی میرسه. واقعا انسان بیش آدم های تاریک بنشینه تاریک میشه، بیش آدم های روشن بنشینه روشن میشه. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. میرود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. نیکی و پاکی آدمیان از یک راه پنهانی به آدمی دیگر سرایت میکنه، همچنین ناپاکیشون. پس ظلمت چه به که ظلمت های خلق. سر نبردون کس که گیرد پای، هر کی دامن خلق رو گرفت پای خلق رو گرفت. در جمعیت رفت سر نبرد، یعنی سر خودش عبور نبرد، یعنی سلامت روانی او نبرد. خب شیر به رو خرگوش گفت پیشا زخمم او را قاهر است. گفت نترس، بیا زخم من یعنی ضربه‌ای که من میزنم او را قاهر است، زورم به او میرسه. تو ببین کان شیر در چه حاضر است. گفت تو اول ببین اون هست، خب من میام جلو. این باز گفت نه، گفت من سوزیده ام زان آتشی، تو مگر اندر بر خیکشم کشی. گفت من به تنهایی نمیرم ببینم اون هست یا نه، تو منو بغل کن تا به پشت تو من ای کان کرم چشم بکشایم به چه در بنگرم. تا وقتی در بغل تو هم موقع بتوانم اصلا چشم باز کنم، از ترس چشمان بسته است. چون که شیر اندر بر خیشش کشید، در پناه شیر تا چه می دوید. چون که در چه بنگریدند اندر آب، اندر آب از شیر و او در تافت تاب. این تاب یعنی انعکاس، از او و شیر انعکاسی در آب ظاهر شد. شیر عکس خیش دید از آب تفت، یعنی به سرعت عکس خود را دید، شکل شیری در برش خرگوش زفت. شیری و یک خرگوش چاق و چله‌ای در بغل شیر. چون که خصم خیش را در آب دید، مروه را بگذاشت اندر چه جهید. همی که دشمن شدید خرگوش گذاشت و جهید و در فتاد اندر چهی کو کنده بود. زان که ظلمش در سرش آینده بود، در چاهی افتاد که خودش کنده بود. ظلمی که می کرد به سر خودش آمد، بر سرش آینده بود. آینده یعنی اون که می آید. چاه مظلم گشت ظلم ظالمان، این چنین گفتند جمله عالمان. هر که ظالم تر چهش با هول تر، عدل فرموده است بدتر را بتر. ای که تو از جاه ظلمی می کنی، دان که بهر خویش چاهی می کنی. گرد خود چون کرم پیله بر متن، بهر خود چه می کنی اندازه کن. بحر خود چه میکنی اندازه کن. یادت باشه چاهو داری میکنی، بعر و عمقش رو خودت حساب کن که اگر افتادی تا کجا فرو خواهی رفت. خب همینجا ختم میکنیم درس رو. قسمت های خیلی مهمتری بعدن داره که السلام علیکم و رحمت. خیلی ممنون آقای دکتر، مثلا همیشه لذت بودیم. شما اول صحبتاتون یه کوچه به سفری به جلسات قبل کردین راجع به تغییر. خاطر من جسارت میکنم یه سوالی از جلسه پیش از شما بکنم. شما فرمودین که مثالی دادین و گفتین که آیات قرآنی رو وقتی بخوایم تغییر کنیم و بخوایم مصداق علمی علانی بهش بدیم یه مقدار سخت و خطرناکه و بعضی مفسرین و اساتید که این کار رو میکنن خب یه مشکلاتی پیش میاده. برای من فقط یه سوالی پیش اومد که یادم میاد که چندین جلسه پیش توی کلاس شمس شما راجع به تعبیر خواب یه کوتاهی رو بی صحبت کردین و توی صحبتاتون گفتین که در تعبیر یا تعبیر خواب عددها مصداق یقینی دارن، یعنی
تحویل نمیشن. تحویل نمیشن. بله، تحویل نمیشن ولی یه پایه محکمی دارن. و مثالی که زدین خواب یوسف، خواب اون فرعون بود یا اما یوسف، بله، که خواب دیده بودن که هفت تا گاو لاغر و هفت تا چیز گفتن، این هفت تا گاو نبود ولی هفتش عملاً ثابت بود. حالا اینو چجوری روی قرآن میشه آورد؟ خب وقتی در قرآن یک سری اعداد به کار رفته، آیا اونها یه جوری یه جای پایه محکمی دارن یا اینکه نه به اون تعبیر مثال بزنید چون روشن نیست. مثلا همین هفت آسمان. بله. خب هم یکی. بله. من البته نیستم که سوال شما درست فهمیدم. تعبیل خب بله، قرآن رو باید مثل خواب تعبیر کرد و در خواب، در تعبیر خواب هم اعداد ثابت میمانند. این درسته. لذا سوال شما لابد این استش که حالا ما اگه بخوایم هفت آسمان تعبیر کنیم چی بگیم؟ شما خودتون گفتین قرآن به صورت رویاها باشه، بله دیگه، تمام تمام. این اعدادش چی میشه؟ وقتی کسی تعبیرش رو پیدا کرد اون هفتا رو میتونه بگه چیه. من تعبیر هفت آسمان رو نمیدونم چیه، ولی اگر کسی پیدا کرد تعبیرش رو، بعد معلوم میشه که این هفتا چیه. به شرط که هفت باقی میمونه. بعد به شرط اینکه ما این رو علامت کسرت ندانیم، چون گاهی میگیم هفتا یعنی بسیار، مثل هفت دریا، هفت آسمان، هفت زمین، هفت اقلیم، هفت سیاره. یک هفتی وجود داشته در گذشته که به خیلی چیزها نسبت میدادن که لزوماً واقعیت هم نداشته. از سومریا و بابلی های قدیم این کلمه هفت، عدد هفت رایج شده و بر بسیاری از چیزها مهر خودش رو زده. اگر اون نباشه، وقت در اون صورت بله، مثل همون تعداد گاوهایی که در خواب دید، تعداد ستاره هایی که یوسف در خواب دید و غیر غیره، این اعداد باید ثابت بمونه. متعلقش یعنی معدودش چیه، معبرین انشاءالله در آینده پیدا خواهند. خواستم محبت کنید این دو بیتی که از گلشن راز شیخ محمود شبستری راحت هم یه بار دیگه محبت کنید. مرسی. باشه، چشم. اینجا زفت میشه. بله، میشنوید شما صدای منو؟ بله. نه دیگه شما بشنوید دیگه خوبه. زفت، چون سوال شماست. برحال. بله، اون دو بیت اینه: زمین در جنب این نه توی، یا ببخشید این نه چرخ مینا، چو خشخاشی بود بر روی دریا. تو خود بنگر که از این خشخاش چندی، سزد گر بر بروت خود بخندی. مرسی آقای دکتر. من یه سوال داشتم، این که گفتین راجع به قضا و محدودیت هایی که این دنیا وجود داره، خیلی چیزاش دست ما نیست و تمام اتفاقای درونش، پس مفهوم کمال از کجا میاد؟ یعنی الان ما بگیم که ما هیچی دست ما نیست و ما یه ذره مثلا میتونیم خودمون رو بهتر بکنیم، یا یه چیزای کوچولویی رو فقط ما میبینیم و خیلی چیزا رو نمیبینیم. من مفهوم کمال و اینکه حالا تو همون اون جای کوچولویی که ما میبینیم و زندگی میکنیم، حس میکنیم اطرافمون، چجوری ما برای خودمون کمال رو تعریف کنیم و چه راههایی هست که همون نمیم، شاید این برای مربوط به این جلسه نباشه لزوما، ولی برام جالبه که نظرتون کلی بدونم راجبش. بله، عرض می شود که خب واقعا قابل انکار نیست که ما یه جزء کوچکی از کل این عالمیم دیگه. حالا به ظاهر البته کوچکیم، ولی همطوری که اون شعر منسوب به
امام علی گفت از اما انک جسمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبر، تو فکر میکنی که یک موجود خردی در حالی که یک جهان بزرگی در تو است. خود مولانا هم به این اشاره داره، یعنی اینا گرچه که کوچک بودن آدمی رو به رخ میکشن، اما در کنارش این که آدمی خیلی بزرگ، یعنی میتونه خیلی بزرگ باشه. خیلی آدمیان هستن که واقعا به همون خردی خو میکنن و خودشون رو بست نمیدن اون توانایی و استعدادی که در وجودشونه. ببینید کمال همینه، ما یه استعدادی داریم، یعنی یه جاهای خالی در وجود ما هست که ما میتونیم اینا رو پر کنیم. این بی‌نهایت هم نیست البته، به هر حال همیشه من گفتم هر انسانی مثل یه ظرفی میمونه، بعضیا مثل ظرف 100 لیتری ان، بعضیا 100 هزار لیتری ان. اونی که 100 لیتری اگر 100 لیتر خودش رو پر کرد به کمال خودش رسیده، اونی که 100 هزار لیتریه اون 100 هزار لیتر رو و هاکذا و هاکذا. و هر کسی هم البته نصیبی و رزقی در این عالم داره و رزقها مساوی توزیع نشده است، اینا هم دیگه واقعیات این عالم. لذا کمال معناش این هستش که ما رو سنگ نیافریدن که تحول پذیر نیستیم، ما رو آدمی آفریدن که استعداد تحول و تکامل داریم. به این مقدارم به ما البته قدرت و اختیار و تصرف دادن که قوای خودمون رو به فعلیت بدل کنیم، یعنی اون چرا که نیستیم اما میتوانیم باشیم اون رو محقق کنیم. اینم که همه قوای خودمون رو محقق کنیم، این البته تعبیر درستی نیست، چون ما دو جور قوه داریم، قوه هایی که برای بد شدن داریم، قوه هایی که برای خوب شدن داریم. آدمی میتونه اینقدر پایین بره که از حیوانات پایین تر بره، میتونه اینقدر بالا بره از فرشتگان برتر بشه. اون قوای معنوی و الهی و ملکی خودمون رو بعد میتونیم به بالا ببریم و با همین خردی که داریم اون توانایی رو هم داریم، و اگر نداشتیم خب آدمی هم پاره‌ای از جمادات بود. اما اینکه چگونه این کار رو بکنیم، اون چگونگیش بحث دیگری است، یعنی چه راه‌هایی در پیش ما هست. چگونگیش به طور کلی به قول علما میگفتن ما دو جور قوا داریم، قوای عملی داریم و قوای عقلی. این دوتا رو به نحو متوازن با هم باید به پیش ببریم. امروزیات و روانشناسی اینا رو یک کمی بسته بیشتر میدن، ما عواطف داریم، احساسات داریم، عقل داریم و در بیرون هم رفتار داریم و گفتار داریم. یه موجودی که همه اینها با هم دیگه توازن پیدا بکنه، درون عقلش بر احساساتش غلبه کنه، نه احساساتش بر عقلش غلبه کنه، نه عواطف راه رو بر اینها ببندن، رفتار و گفتارش یکسان باشه، دو گونه نباشه، در دو سوی متخالف نباشن. همون که مولوی صدق اسمش رو میذاره، آدمی با خودش صادق به این یک رو باشه، همه اینها در یک ردیف و به نحو متوازن در کنار هم قرار گرفته باشن، این کمال آدم است و باید بکوشه تا به اینجا برسه و میتواند، هر کسی در حد توان خودش. منظور از کمال اینه. ما وقتی که گفتیم ما موجود خردی هستیم، منظور اون نبود که ما موجود ناتوانی هستیم، توانای محدودی داریم. منظور اون نبود که موجود مختاری نیستیم، نه، اختیار محدودی داریم. اما تو یه جهان خیلی بزرگتری زندگی میکنیم، همه چیز به فرمان ما نیست، بسیار روشن است. سلام. سلام. آیا میتونیم بگیم که اندیشه قضا و قدری در میان عارفان ما، اندیشمندان ما، تابعی بوده از شرایط اجتماعی ایران؟ به این معنی که وقتی با بحران‌های بزرگ اجتماعی توی کشور مواجه میشدیم، گرایش به اندیشه قضا و قدری در میان عارفان ما بیشتر میشد؟ من این رو به طور کامل نفی نمی کنم و نفی کردنی هم نیست و به طور کامل هم و در بست هم نمیشه گفت که تنها علت این بوده، ولی این میتواند قطعا مؤثر باشه. ببینید مثالی از روزگار حاضر براتون بزنم. به اون موقع که من دانشجو بودم دانشگاه لندن، یه مقاله خیلی خوبی منتشر شد از آقای به نام پول فورمن که سر صدا هم کرد، استادای ما کلاس ها بحثش رو میکردن. ایشان چیزی تقریبا شبیه همین رو مطرح کرده بود که این دترمینیزم، یعنی نفی علیت،
در علم معلول جنگ جهانی اول و دوم بود، چون در این جنگ ها چنان قواعد به هم خورد، چنان امور خلاف انتظار پدید آمد که اصلا دانشمندان میگفتن رشته علیت گسسته است. یعنی اون چه که ما پیش بینی میکردیم، اون چه که شرایط حاضر اقتضا میکرد، هیچ کدومش رخ نداد. پریشانی، ویرانی، درهم ریختگی اونقدر زیاد شده بود که به ذهن دانشمندان این مفهوم رو نزدیکتر و معقولتر کرد که شاید یک چنان حساب و کتاب آهنینی که ما در تاریخ و در جامعه فکر میکردیم برقرار نباشه. هر چیزی بگه موی بند باشه، اما که حافظ گفت پیوند عمر بسته به موی است. هوش دار، غمخوار خویش باش، غم روزگار چیست. واقعا این که هر چیزی بسته به موی است، به یک تلنگر یه جرقه یه دفعه جنگ جهانی رخ میده، 50 میلیون آدم کشته میشدن، کی فکرشو میکرد؟ او هم در عالم حتی علم ساینس یه چنین حدسی رو میزد که این ایندترمینیزم در مقابل دترمینیزم مثلا لاپلاسی، نیوتونی، دکارتی، دیگران چرا اومد و اینطور حاکم شد. خب عللی داشت، یکیش خود پیشرفت‌های کوانتوم فیزیکس بود و اینها که به هر حال در درون اتم میدیدن که قاعده علیت خوب کار نمی‌کنه، ولی ایشون میگفت که این اتفاقاتی هم که در تاریخ معاصر افتاده، یعنی خصوصا وقوع جنگ، دامن زده است به مقبولیت چنین اندیشه. حالا اگر این رو در نظر داشته باشیم میتونیم بریم عقبتر و عقبتر در تاریخ و بله این چنین فکر بکنیم که مثلا ببینید در شعرها، شعرهای حالا مولانا به کنار، عموم شعرهای ما از بیوفایی دنیا اینا گله میکردن. درسته، بیوفایی دنیا، بیوفایی چرخ، این بیوفایی چی بود؟ این بیوفایی همین به هم ریختگی اوضاع بود، یعنی هیچ نظم و ثباتی در کار نبود. یکی روز مرد آرزومند نان، دیگر روز بر کشوری مرزبان. امروز گداست آرزومند نان، فردا امیر و پادشاه کشور. امروز امیر و پادشاه، فردا در قعر چاهه. بله، خب اینا مرتب رخ میداد دیگه. یک دوستی ما داشتیم همین 20 سال پیش کتاب منتشر کرد در ایران، جامعه شناسی مخبه کشی، حتما دیدید. این من میگفتم جامعه شناسی بخیه کشی، میگفتم این در واقع بخیه تاریخ ما رو کشیده. این نخبه کشی واقعا نشون داده بود که تو جامعه ما از قرون پیش شما بگیرید وزرایی که صاحب قدرت‌های بزرگی بودن، یک شبه اینها مورد طرد سلطان قرار می‌گرفتن، از چشم می‌افتادن و کشته می‌شدن. تا همین دوران نزدیک خود ما، خود آقای منتظری یکی از آخرینش بود که این اتفاق افتاد، قائم مقام بود و در صدر بود، به یک شب تمام عکساش از سراسر ادارات و همه جا جمع کرد. خب قبلترش برید مصدق، همین بلا سر شما، قبلترش برید امیر کبیر فرض کنید که، و قائم مقام و دیگران و دیگران، خرد و درشت. خب این بیوفایی روزگار معناش همین بود دیگه، یعنی این روزگار به هیچکی وفا نمی کنه. یعنی هیچ تثبیت نیست که شما امروز اینجایی فردا هم همینجا باشی، یک مرتبه سنگ کلاب میکنن شما رو جای دیگه. اونم چی؟ از نه اینکه از یه موضعی به یه موضع دیگری که کم و بیش مثل اوست، از اوج ماه به قعر چاه، یا از قعر چاه به اوج ماه، چنین تفاوتی. آره، اینا وقت بهشون میگفت که بله دیگه، فلک این کار رو کرد، روزگار این کار رو کرد، قضا این کار رو کرد. توجه میکنید اون شعر اون شاعر عرب هست، میگه کم عالمن عالمن زلت طریقته و جاهل جاهل ترزاق و تلقاق و برزوق و حاضر لذی که علال اوهامه حائرتن و سیر العالم نحریر زندیقا. میگه چقدر آدم عالم رو میبینی که در زندگیش در مانده، چقدر آدم جاهل رو میبینی که وضعش خوبه. و این همون چیزیست که یه عده‌ای رو کافر کرده، یعنی به نظم جهان، به مشیت الهی ناباور شدن. میگن پس مدون که توی گرداننده ای نداره این عالم، همینطوری باده ها میوزند و طوفان ها و برگ ها رو به این سوسو میبرند. من رد نمی کنم این رو که این که یک قضا و قدر رد به معنای ناسوابش،
وجود داره و به طوری که من و شما دیگه هیچ تدبیری نباید بکنیم، همه تدبیرها ممکنه برهم بریزه. آره، این میتواند از شرایط سرچشمه گرفته باشه. قبلا هم اینجا من مفصلا در اون بحث‌های موانع سلوک گفتم که مرحوم اقبال لاهوری یکی از کسانی بود که خصوصا با این جنبه تصوفی بسیار بسیار مخالف بود و معتقد بود که یکی از علل انحطاط مسلمین همین قضا و قدری بودن به این معنای نامعقول اوست و او تکیه بسیار بر اختیار میکرد، بر اقتدار میکرد. و اون شعر اقبال رو اینجا میخواندم که منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خود نزد من کافرتر است. کسی که منکر خودشه، یعنی منکر توانایی های خودشه، میگه از نظر من کافرتر از اون کسی است که منکر خداست. منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خود نزد من کافرتر است. و این عرض عریضی داره. ظاهرا کسی نیست، بنابراین من خداحافظی میکنم. ان شاءالله تا نوبت آتی. و سلام.